بشم بشم نسل به نسلی تو را سیواران و ندیقف دوستان عزیز شالوم از اون جایی که در پیشاپیش پیش تو بیشوات هستیم و میسوای بزرگی است که در چنین روزی انسان بیشتر توجه کنه به میسوتی که برای ما گفته شده چند دقیقه صرف میکنیم که صحبت کنیم از میسوتی که آدم میتونه انجام بده روز بسیار فرخونده ای هست از اونجایی که در گمارای روششان میفرماد ما چهار تا سال داریم و یکی از سالها تو بیشوات هست برای درختان خیلی اشتباه فکر میکنن که در چنین موقعی درختها دین میشن چنین چیزی نیست بلکه تمام بودن تو بیشوات پونزه شوات این هست که مخصوصا در کشور اسرائیل درختهایی که کاشته می شده و هر سال باید بوده معصرش داده بشه و معصر امسال رو نمیتونه سن سال دیگه بدن باید بدونن که این درخته چند سالش هست و کی درخت کاشته شده پونزه شوات به اصطلاح یک منبع مشخص بوده برای سالهای درختها. مسئله اورلا بوده مسئله چیزهای دیگه هم بوده که روش بحث نمیکنیم ولی مسئله بسیار مهم بوده که بدونن این درخت کی میوه داده میوهش چند ساله هست مثلا اولا در کار بوده تمام چیزهایی که هست ولی به هر صورت هاراف پم میفرمان که آدم میاد و در زمستون نگاه این درخت ها میکنه و همه این درخت ها اوریان هستند برگاشون ریخته شده هاشون ریخته شده و خشک هستند و الان دوباره درختها شروع میکنن که برگهاشون در بیاد شروع میکنن زنده بشن و واقعا ما داریم تخییت همه تیم رو هر سال با چشمای خودمون تو این درخت ها میبینیم و از اونجایی که در تورا نوشته و آدم از حساده آدم مثل درخت است و اگر هشم قدرت داره که تمام این درخت هایی که مثل چوب خشکی و مرده بودن و در خواب بودن اینها رو بیدار میکنه و دوباره به اینها جون دوبارگی میده زندگی دوباره میده آدم نگاه میکنه و میفهمه که واقعا تخیت تیم که میشه ما انسان ها هم مثل اون درخت ها زنده میشیم دوباره و شاخ و برگ میدیم نشاممون بر میگرده و اون میوه های ما که تورای ما و میسوا و معصیم توبیم ما باشن آدم میتونه که مطمئن باشه که دوباره ما انجام میدیم اینها مسئله دیگری که میفرمان اگر انسان مثل درخت هست پس چطور اگر یک درختی که به ما میوه میده و ما ازش استفاده میبریم طبق توراتن و قدوشا ما اجازه نداریم که اون درخت رو ببریمش چطور یک انسانی که به ما تورا یاد میده چطور انسانی که به ما علام حبا داره میده چقدر باید بیشتر احترامش بذاریم و بی احترامی بش نکنیم از اونجایی که اگه به یک درخت نمیتونیم بی احترامی کنیم صد البته به انسانهایی که به ما کمک میکنن و به ما تورا یاد میدن و ما استفاده میبریم که چقدر بیشتر و بیشتر باید که کابودشون رو رعایت کنیم و بی احترامی بهشون نکنیم. اینجا مسی جالبی میفرماد که هارا بلشمتوف یک بار با یکی از شاگرداش به نام ربی موشه اینها داشتن از یک شهر به شهر دیگه می رفتن. اون موقع زمسون بود و بسیار سرد بود و همه جا برف گرفته بود یه بارگی یادشون اومد که امشب تو بیشوات هست و اینها باید مراسم رو انجام بدن و طبق ماگن ابراهام که میاره که آدم باید از میوه های اسرائیل استفاده ببره و برخوا بگه و اگر بتونه شخیانو بگه میسوای بسیار بزرگی هست و ربی موشه که تلمید ایشون بود گوه هاراف چی کار کنیم در وسط رای که ما هستیم همه جا برف گرفته همه جا سرماس هیچی پیدا نمیشه حالا به تو گفتن که امیدت به هشم باشه در همون موقع در جلو یک صحرا رسیدن چه هوای گرمی بود چه لذت بخش بود آبی داشت از اونجا رد میشد و اونجا یک باغ بزرگی بود که انواع میوه هایی که لازم بود در اونجا بود و اینها شروع کردن هارا بلشمتو و شاگردش از میوه ها برداشتن و با کوانا هر کدام برخا میگفتن و با خوشحالی میخوردن و لذت میبردن ربی موشه حتی لازم نبود که تعجب کنه که از هارا برشم تو بپرسه که این چطوری پیدا شد بلکه میدونست که موقعی که با هارا برشم تو هست خیلی موجزا براش اتفاق میفته اومد و مقداری از اون میوه ها رو برداشت در کیف خودش گذاشت که در وسط را بتونن دوباره استفاده کنن و موقعی که یکم از اونجا دور شدن پیش خودش گفت حیفه انقدر میوه است من باید برم بیشتر بردارم موقعی که برگشت دید اصلا نه باقی هست نه آبی هست نه سرایی هست،, هست،, هست همه جا برف گرفته همه جا سرما گرفته و اومد از راوش پرسید گفت آخام چطور شد؟ گفت حقیقتشه که در اونجا نه باقی بود نه صحرایی بود من فقط تفیلا خوندم که عشم یک باغی رو از کشور اسرائیل برای زمان کمی بیاره اینجا برای اینکه ما بتونیم استفاده ببریم با کوانوت به راخا بگیم و بتونیم این سوار رو انجام بدیم درس بزرگی که ما یاد میگیریم از این هست که هشم هر چیزی که در دنیا فریده آدم باید استفاده ببره ولی استفاده باید باشه برای قدشا بریخو نه برای اینکه انسان بخواد فقط خودش رو ستیسفای کنه انسان فقط بخواد اون امیالی که در وجودش هست رو راحت کنه چون دلم میخواد این میوه بخورم دلم کشیده اون میوه بخورم و دلم کشیده این رو بخورم این مسئله نیست ما به خاطر این مسائل نمیخوایم بخوریم بلکه ما میخوایم میوهی رو بخوریم به جز این که صد گیلگولیم هست و ما نمیدونیم چه نشاموتی ری... نشاموت رو نجات میدیم با براخای درست گفتن و این بسیار بسیار مهم هست و ما باید تاکید کنیم در خونه هامون موقعی که براخا گفته میشه باید با درستی گفته بشه چه بسا که میتونیم این میوه ای رو که در دست گرفتیم و داریم براخا میگیم این میتونه پدر بزرگ خودمون باشه میتونه قوم و خودمون باشه و اومده که تیقون پیدا کنه ولی ما نشستیم داریم نگاه تلویزیون میکنیم یا, ب... یا... یا... یه مسابقه رو داریم نگاه میکنیم یا دعوای دو نفر دیگر رو داریم نگاه میکنیم یا صحبتشون رو نگاه میکنیم و داریم بدون که اصلا کبانا داشته باشیم داریم براخا میگیم و خوشحالیم که براخا گفتیم و این بسیار مهم است که ما در اون لحظه اگر به ما بگن تو میتونی جون یک نفر رو نجات بدی یک فرد اسرائیل به تو کمک میخواد از تو کمک میخواد آیا ما حاضر نیستیم که همه چیزی رو ول کنیم اگر بتونیم جون یک فردی رو نجات بدیم میریم و هر کاری شده انجام میدیم اون میوهی که در دستمون هست به اینکه که خودمون داریم میسوا میبریم موقعی که با کوانا با درستی با اینکه فکرش کنیم من دارم برای چی میگم برای چی دارم برای میگم و کوانا داشته باشیم با روخطه لوکن و بوره پری ما درست لغات رو تلفظ کنیم نه که لغات رو بخوریم ولی بجز از اینها الان اون نشامایی که در این میوه هست ما داریم جونش رو نجات میدیم که بتونه تقانا پیدا کنه و بتونه برگرده به علامت بالا و چون ما نمیبینیم چنین چیزهایی شاید برامون یکم سقیل هست ولی باید بدونیم که چنین چیزی هست خخامیم ما هارا و هارا بل هارا بنیشخی، تمام افراد بزرگان ما به ما یاد دادن مسایی است در گمارا، کربیقیبا، درختانی رو دیدن و حیوانایی رو دیدن که واقعا احتیاج به تیقون داشتن و واقعا حق نیست که ما با یک دقیقه که میتونیم جون یک نفر، نشمای یک نفر که میتونه سالها، شاید هزاران سال سرگردونه و دنبال تقانا میگرده داره میخواد که فیکس بشه و ما میتونیم درست کنیم و اگر ما نکنیم دوباره بدن شما این رو بردارن دوباره برگرده اونجا و دوباره برگرده در این دنیا و زجر بیشتر بکشه پس هشم کمکمون کنه که در این مسئله که دوباره شروع میکنیم براخه ها رو میگیم و براخه های زیاد میگیم هر چقدر که بتونیم البته نه شالم براخه که بیش از حد باشه براخه اضافه خوب نیست هر چیز به اندازه خودش اگر یک نفر هایس میگه دیگه هایس گفته و تمام میوه های حائث ها دیگر رو در بر گرفته و اگر بیاد یه براخای دیگه بگه براخای ش... یک شین و سورخ هست و کار درستی نیست یا اگر هاداما ها ها گفته هر چیزی که گفته صد درصد باید بدونه که تمام اینها باید روی حساب باشه و نه اینکه براخا گفتن زیادم اون درست نیست همون جوری که گفتیم طبق ماگه ابراهام خوبه که آدم تا میتونه از میوه های مختلف بخوره همون جور که گفتیم با وجودی که یکی دو تا برخا بیشتر نگفته فقط هایس گفته ها گفته یا شهکل گفته یا مزونوت گفته ولی هر چقدر که میوه های دیگر هم بخوره میسوا داره مخصوصا از میوه هایی که کشور ایرس با اونها تشبیه شده و ترتیبش اینجوری هست اول زیتون اگه زیتون نبود بعد میشه خورما اگه خورما نبود بعد میشه انگور اگه انگور نبود بعد میشه انجیر اگه انجیر نبود بعد میشه انار حالا اگر از میوه هایی که کشور اسرائیل با اونها تمجید شده نداره اون موقع مثلا اگر یک سیب جلوش گذاشته و یک نارنگی یا پرتغال که دوتاش حائز هست اون موقع دیگه میتونه هر کدومش رو که بیشتر دوست داره برای دیگه فرقی نمیکنه از میوه هایی که کشور اسرائیل با اونها تمجید نشده دیگه مهم نیست هر چیزی آدم یه نفر نارنگی دوست داره رو اون حائز میگه یه نفر دیگه سیب دوست داره رو اون میتونه بگه و هیچ گونه پیشوری جلو اینها نیست همون جوری که گفتیم میوه کامل آدم همیشه باید بتونه که در دستش داشته باشه که براخا بگیر. یعنی اگر یک جا میوه قاش کرده گذاشتن و میوه کامل هست خیلی خوبه که آدم براخا رو رو میوه کامل بگه البته باید بسیار حواس اون باشه میوه هایی که معمولا کرم داره اونها آدم باید خیلی حواسش باشه که بیاد و اونها رو قاش کنه و مطمئن باشه که کرمی در اونها نیست که اون جای خود داره همچنین افرادی که میوه های خشک استفاده میکنن مخصوصا برای توبیشوات انجیر خوش شده هست خرمای خوش شده است هر کسی باید بسیار حواسش باشه که اول بازش کنه اول نگاه کنه و بعد بعضیا میان براخا میگن و بعد بازش میکنن بین براخا و خوردن هیچ گونه وقفه و فاصله ای نباید باشه بعضی هستن که کارای اشتباه میکنن از راه دور میبینن روی میز سیب گذاشته یا هر چیزی گذاشته دستشون رو میبرن به طرف اون میوه و شروع میکنن به براخا گفتن تا برسن به اون میوه اینها اشتباس آدم باید با دست راستش اون میوه رو در دست داشته باشه که بتونه براخا بگه و همونجوری که گفتیم باید کوانا داشته باشه نه اینکه با حولکی و بتونه که واقعا این میسوا رو به حد اعلا انجام بده مسئله شخیانو پیش میاد که البته این مسئله بسیار مهمی هست که بنده فقط چند نکته های مهمش رو میگم شخیانو رو میوهی گفته میشه که تمام سال نبوده بعضی ها میگن مثلا دو بار در سال میاد و میره و همیشگی نیست اگر که میوه است که همیشه هست دیگه اون شخیانو نداره اگر آدم اومد و روی یک میوه که باید بود شخیانو بگه نگفت و بعدی که از اون میوه رو خورد یادش اومد که شخیانو نگفته و رو میوه بعدی دیگه نمیتونه شخیانو بگه به خاطر که دیگه شخیانو رو از دست داده چیزهایی که از زمین رویده نمیشن شخیانو ندارن مثل گوشت مرغ اینها شخیانو ندارن خیلی چیزهای دیگه هم هستن که با وجودی که از زمین رویده میشن هنوز شخیانو ندارن مثل خیارشور مثل خیار سبز یا سیب زمینی نخود تربچه اینا شخیانو ندارن هندونه روش سوال هست و هر کسی باید از راو خودش بپرسه که در مورد هندونه باید چه کار کنه میوه که نارس هست اون میوه هم براخا نداره رو میوهی که ما منظورم شخیانو هست میوهی که این رو میخوام دوباره درست بگم میوهی که نارس هست شخیانو نداره نه به خاطر اینکه این میوه کامل نیست و ما شخیانو رو چیزی میگیم که اون میوه رسیده و کاملا موقع خوردنش هست ولی اگر کسی داره زودتر اون میوه رو میخوره اون شخیانو نداره مسئله دیگه ای که خیلی جالب هست مسئله این هست که هاراف خی پلاچی در سفر معد لخول خی ایشون می که و دقیقا میخونم چیزی که نوشتن کل خاد موارخ الپری خاد هر کسی میتونه هر کسی میتونه یک براخا رو هر میوه بگه هایش موارخ الاخیتا. مرد میتونه بیاد روی یه گندم یا یه چیز مزونوت بیاد و براخا بگه به خاطر که پاسخ داریم گفته خیلی خیتیم یسبیخ یعنی از شیره گندم ها تو سیر میشی و از اینجا یعنی موقعی که مرد میاد چنین چیزی رو میگه سعی میکنه که پرناسا و مزونوت خونه که روی بار مرد هست بتونه پرناساش رو با راحتی به دست بیاره خانم ها براخای بوری پری ها گفن میگن و پاسخ داریم که نوشته اشتخا که گفن پوریا پاسخ داریم تو تعلیم گفته خانم تو مانند درخت انگور بارور باشه و از اون جایی که میخوایم این باروری در خانم ها و در نسلشون ادامه داشته باشه که همیشه بچه دار بشن و زاد و ولد ادامه داشته باشه خانم ها این براخا میگن بچه ها پسر انسان پسرش میاد براخا روی زیتون میگه و همونجور که پاسو گفته با نخوا کیشتلی کشتله زتیم ساویو لشول یعنی فرزندان تو مانند اون خوشه های زیتون همیشه مثل زیتون که چسبیده به خود ساقه میگیم بچه های تو هم همیشه چسبیده باشن سر میزد باشن یعنی هیچوقت راه دور نرن انگور و معذرت میخوام انار و گردو بده به دختراش به خاطر چی؟ چون نوشته کل کبودا بدملخ پنیما از اونجایی که دختر باید حجب و حیا داشته باشه و نباید خصف شالم لباسی بپوشه که بدنش رو نشون بده مثل انار که یک پوست اومده تمام اون میوه رو دربر گرفته یا همون گردو که اومده اون هسته تو رو دربر گرفته ما میخوایم که دخترامون همیشه اون حجب و حیا رو داشته باشن اصل و با سیب رو میتونه به بچه های بده چون که تو پاسخ نوشته تخت از تپوخ زیر درخت سیب بود که به اصطلاح بارور شدن ملت اسرائیل و بچه هاشون رو به دنیا آوردن و نوشته دوش و خلاب تخت لشونه خا یعنی اصل و شیر باشه زیر زبون تو البته تمام اینها برای به فال نیک گرفتن هست برای خوبی هست و هیچ حلاخایی در این نیست که حتما باید چنین فردی این رو بگه همون جوری که گفتیم حراب خیم پلاچی می نسن. خوبه که چنین کاری رو انجام بده ولی هیچ گونه مسئله نیست اگر که مور... هر طور دیگه گفته بشه فقط مسئله دیگه مسئله کسانی هست که اومدن اتروگ رو باهاش مربا درست کردن و نگه داشتن که برای توبیشوات بخورن کار خیلی خوبی هست ولی باید بدونن که شخیانو روی این گفته نمیشه به خاطر که شخیانو رو ما موقعی که آقایون لولاب رو در دست گرفتن با اتروک همون روز اول شخیانو گفته شده و ما این میسوار و خبیلوت خبیلوت انجام نمیدیم بنابراین اگر کسی مربا درست کرده دیگه نمیتونه که بیاد و روی اون شخیانو بگه یک مسئله جالب دیگه که نفارشیم میفرمان این هست که در روز پونزدهم روز پونزدهم تو به آف نوشته که خیلی خوب هست که آدم بیاد و 15 تا میزمورایی که شیر همالوت. می میدونیم که در تعلیم 15 تا شیر همالوت داریم که در آخرای تعلیم هست خیلی خوب است که هر کسی این پونزه تا رو بخونه که از هشم بخواد که اون براخهایی که به درختها میده درختها رو زنده میکنه و برمیگردن میوه میدن هشم کمک کنه که با تفیله که میخونیم در چنین شب و روز مقدسی هشم ما رو از تمام مریضی هامون از تمام ناراحتی هامون اونها رو از ما دور کنه مانند درختانی که زنده میشن و میوه میدن ما تفیلا میخونیم که تمام افرادی که احتیاج به بچه دارن و میوه زندگی میخوان هشم بهشون میوه زندگی رو عطا کنه اون زندگی شیرین رو به همه ملت اسرائیل عطا کنه اون براخا و اون ثروتی که از اشن میخوان که بتونیم عبادت خودش کنیم و برای خودش هست با براخوتی که میگیم با کبانهایی که میبندیم هشم قبول کنه مستجاب درگاه حق بشه و تمام افراد اسرائیل هر آرزویی که دارن به زخوت چنین موقعی که شوات یعنی شانا براخا تووا سالی باشه پر از برکت سالی باشه پر از خوبی برای تمام دوستان عزیز شلام